رسم و رسوم عجیب غریبی واسه ازدواج تو ایران داریم، اما جالبتر میشه اگه بدونی تو دنیا از این عجیب غریبتر هم هست. واسه تا برات بگم. لب کلام. مثلا اگه یه عروس موقع ازدواج کم گریه کنه طبیعیه، ولی تو چین یه رسمی دارن، یعنی داشتن، که عروس قبل از ازدواج روزی یه ساعت باید گریه میکرده، جوری که روز عروسی اپوف چشماش همه بفهمن که قشنگ رسمو به جا آورده. حتی میگن یه عروس خانم گریهش نمیومده، مامانش فقط کتکش زده تا گریهش بیاد، به خاطر اینکه باید معلوم باشه خوشحاله داره میره خونه بعد. حالا که از کتک گفتیم زیادم دور نشیم، همین یه ذره اونورتر تو کره جنوبی یه جایی رسمه که شب عروسی دامادو فلک کنن که پاش واسه شروع زندگی مشترک قشنگ آماده باشه. این آقا من اصلا زن نمیخوام، من زن نمیخوام. نه حالا فرض کنید بنده خدا توی فامیل شلوغ به دنیا اومده باشه، اما رسوم آزاردهنده به همینایی که گفتم ختم نمیشه. فرض کنید یه عروس یا داماد تو برنو اندونزی باشین، اون وقت به خاطر اینکه بدشانسی خودتون و ازدواجتون و زندگیتون و بچه‌هاتون و همه کس و کارتون رو نگیره، از روز عروسی به مدت 3 روز اجازه ندارید دوش بگیرید. بدتر این که دستشویی هم نمیتونید برید. من خودم همیشه فکر میکردم آداب و رسوم سنتی مختص کشورهای توسعه نیافته و جوان سومه، و فهمیدم اصلا اینطوری نیست. مثلا همین بغل ما تو اسکاتلند یه جایی هست که عروس دومادو میبندن به درخت. بالاخره باید مطمئن بشن عروس و داماد تحمل پذیرش هر چیزی رو اول زندگی دارن. تهمونده غذا و دل روده ماهی و سس شکلات و اینجور چیزا که چیزی نیست. اما کلن خدا رو شکر که رسم و رسوم تو ایران به همون قند سابیدن و شاباش دادن و اینجور چیزا خلاصه میشه میره. وگرنه فرض کنید اگه مثل سوئد رسم بود که همه زنا داماد رو ببوسن و همه مردم عروسو، به غیر از دعوا و گیس و گیس کشی چه قوقایی میشد. کلام این که رسم و رسوم عروسی تو دنیا خیلی زیاده، به این 5 تا خلاصه نمیشه، همینطور که تو ایران به رقص چاقو و شاباش خلاصه نمیشه. اما خدایی من فلسفه این کل کشیدن رو هیچ وقت نفهمیدم.